ای نسخه اسرار الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. سلام میکنم به عاشقان کوی حق. من الهه روزدار هستم. سری برنامه های جدیدی رو در عرفان با هم دیگه شروع میکنیم به امید حق. در این برنامه ها خیال دارم بیشتر تمرکز رو روی وحدت و یگانگی و فنای فلاح قرار بدم. عزیزان، ما در آلبوم های قبل درباره عرفان صحبت کردیم. اگر بخوام به طور خلاصه مطالبی رو که بیان کردیم اینجا عنوان کنم و اون راه رو نشون بدیم که چگونه دنباله این راه واقعا به یک حقیقت کل هستی می انجامه، این بود که اگر یاد داشته باشید ما گفتیم که وجود الهی که نور عشق و نور حق هست هبوط کرده و فرو افتاده در این بدنها، همونطور که در کتاب آسمانی خودمون قرآن بیان میشه، نفخت فیه من روحی، روح خودم رو من دمیدم به انسان. بنابراین عزیزان، این روح، این وجود دمیده شده در این بدن که ماهیته. حالا این بدن تشکیل شده از چی؟ ماهیت ما از این جسم و ذهنیات و احساساتی که باهاش میاد. پس این وجود فرو افتاده در داخل این ماهیت و اینا الان دوتا با هم هستن. و چیزی مهمی که اینجا اتفاق افتاده این هست که این وجود الهی، این نفخه خدایی که دمیده شده در این ماهیت، یک باور خیلی عمیقی کرده و اون باور رو من میتونم بگم میشه گفت بهش هیپنوتیزم الهی اینجا رخ داده و هیچ اشتباهی هم نیست. این جزء بازی این طبیعته، بازی این عشق خداییه که الان رخ داده. یک هیپنوتیزم الهی اینجا رخ داده که در واقع این وجود، این کل باور کرده که این جسمه، این ماهیته و این منه. یک منی اینجا به وجود آمده که این من تشکیل شده از این بدن و این ذهنیات این بدن و احساساتش. عزیزان، این منی که اینجا هست، ما میریم اینو به طور کامل در این راه، در راه سیر و سلوک تجربه میکنیم. یعنی از طریق تجربه متوجه میشیم که آیا این من که اینجا به وجود آمده حقیقی هست یا نیست. و در این راه اول ما یک مقدار اول درباره این من صحبت میکنیم که بدونیم که واقعا اگر شما نگاه بکنید ما میبینیم ریشه درد بشر که الان هست همین منه. این من قرار نبوده تا این درجه با این ماهیت هم هویت بشه و طوری که کاملا اصل خودش رو فراموش کنه و کاملا بیفته به این بازی این دنیا و این بازی رو جدی بگیره. ولی در بعضی انسان ها ما میبینیم که این واقعا یک امر جدی شده و همین جدی بودن این من عزیزان درد بشر رو تشکیل میده. بنابراین ما توی این برنامه ها سعی میکنیم که اول اینکه ما این منو بشناسیم، که این منی که الان به وجود اومده، این من هویت فکری در واقع، یعنی یک در فکر ما، در ذهن یک من هویت فکری به وجود اومده که این من، حالا مشخصاتش ما دونه دونه بیان میکنیم که این چی هست و چه کارهایی بر ما داره میکنه و ما رو الان داره به کجا میرسونه.
ما وقتی در راه سیر و سلوک این منو شناختیم و فهمیدیم که این من، یعنی این خود پنداری، این یک من حقیقی نیست، آزاد میشیم. یعنی در واقع آزادی زمانی رخ میده که ما بفهمیم که این من پنداری حقیقی نبوده. و این حقیقی نبودن نه اینکه ما باور بکنیم هیچی. ما در این برنامه ها، در برنامه های گذشتم هیچ وقت نخواستیم کلامی بگیم که فقط به صورت یک باور باشه که شما مثلا حالا اون باور قبلیتون رو بذارین کنار، حالا این باور قبول بکنیم. نه عزیزان، اینجا صحبت سر اینه که ما قدم به قدم خودمون تجربه میکنیم که ببینیم آیا این منی که الان اینجا هست، این منی که الان وجود داره، آیا حقیقی هست یا نیست. و بعد همونطور که گفتیم، این حالا طریق درک این من، البته تو راه سیر سلوک میگن این من باید بمیرید به این من. مردنم ما صحبتشو میکنیم که منظور از مردن در راه سیر سلوک چه مرگی هست، و این یک مرگ جسمی نیست. صحبت سر این مرگ جسمی نیست، این یک صحبت سر یک این مرگ اون شخصیته. این شخصیت یک تعلقی داره عزیزان به این بدن، که این تعلق زیادش به این بدن و چیزهایی که به خودش اضافه میکنه است که بیشتر باعث دردش شده. حالا ما اینا رو دونه دونه بررسی میکنیم تا اینکه به حقیقت میرسیم. و همونطور که گفتم، تنها راه بررسی این من در واقع سفری به درون و تجربه عشق. عشق ما رو عزیزان میبره، عشق ما رو به اون فضای عدم، به اون فضایی که اصل وجود ماست میرسونه، و متوجه میشیم که در واقع اصل وجود چی هست. یکی از مثالهایی که میزنن در راه سیر و سلوک به این صورته که عزیزان ببینید، این دنیا رو تشبیه میکنه به یه اتاق تاریکی که در نظر بگیرید تو این اتاق یک دونه تنابی رو گذاشتن که روی این گوشه این اتاق قرار گرفته، و میگه که افرادی که تو این دنیا میان، تو این اتاق تاریک میان، سه دسته هستن. یه دسته هستن که از این اتاق میان، وارد این اتاق میشن و رد میشن، از اون درش میگه میرن بیرون و به هیچ عنوان این ما رو، این تنابو ببخشید، این تنابو اصلا درک نمی‌کنن و تشخیص نمیدن، میرن. دسته دوم یه دسته هستن که میان توی این اتاق و تشخیص میدن، با اینکه اتاق تاریکه، تشخیص میدن که یه تنابه، این چیز دیگه نیست و اینا هم هیچ مسئله نداره. دسته سوم کسانی هستن که میان و این تناب رو یک بار مار میبینن. این دسته هستن که بسیار درد دارن. حالا این منظور صحبت چیه؟ این تشبیهیه که در واقع همین مسئله منه. ببینید، یه دسته میان تو این دنیا، ممکنه بگن من، ولی اینقدرها با این من هم هویت نشن، یعنی تعلق پیدا نکنن به این جسم و به اون چیزایی که مایملکشونه و متعلقاتشون و چیزهای دیگه، و بنابراین زیاد دردناک نباشه براشون این دنیا. و اینا راحت میان میرن، ولی به حقیقت وجود خودشون پی نمیبرن. دسته دوم دسته ای هستن که میان و حقیقت رو میفهمن. وقتی میگن من، میفهمن این من منظور چه منی هست، چون ما یه من وجودی داریم که اون وجود حقیقی ما هستش، اون وجود الهی ما هست. ولی بیشتر آدم ها توی این دسته گروه تا این چندین میلیون سالی که گذشته قرار نداشتن. اکثر مردم در گروه سوم قرار میگیرن که در واقع میان تو این دنیا عزیزان، کلمه من رو به کار میبرن میلیون ها بار، ولی نمیدونن این منی که دارن به کار میبرن چه منی هست. من وقتی که میگن، واقعا نقطه رجوعشون این بدنه. وقتی میگه من، یعنی منظور این بدن من و این ذهن من و احساسات من، این منو تشکیل میده. ببینید عزیزان، این هیپنوتیزم الهی به این صورته که در نظر بگیرید که یک دریا یهو تجسم بکنه که من یه قطره‌ام. دقیقا همین حالت داره. در واقع این دریا، این کل، این هستی باور کرده که یک قطره است، و این باور
به خاطر بازی این طبیعت، یعنی این کل وقتی که تبدیل میشه به دونه به دونه افراد این بشر، تشکیل شده از هر فردی مشخص و سوا در درون هر بدن. البته به ظاهر به نظر میرسه که میلیون ها نفره، چون به نظر میاد که میلیون ها بدنه. وقتی میلیون ها بدنه، پس میلیون ها شخصه. ولی زیر این مسئله، زیر این یه چیز دیگه است. زیر این درسته که بدن ها از هم سواست، ولی اصل یعنی اون وجود که در داخل این بدن داره زندگی میکنه، داره لذت این دنیا رو میبره، اون وجود یکی بیشتر نیست. اون وجود شخصی نیست. یعنی ببینید این وجود الان تو وجود در بدنهای انسانها به صورت شخص در اومده و این تعلق پیدا کرده به بدن، تعلق پیدا کرده به ذهن، و این خود این درد ایجاد کرده. چون این منی که الان به این کوچیکی هستم، پس من اگر این بدنم و این ذهنیاتم، من خیلی کوچیکم. حالا این کوچیکی رو من هی میخوام بزرگش کنم، هی میخوام تعریفش کنم، هی میخوام اینو بپرورونمش، هی میخوام اینو به ثمر برسونمش. چون من در خاطره خودم میدونم که من این من نیستم، فقط چون این یک بازیه دارم این بازی رو میکنم. ولی تو این بازی، این بازی رو من اینقدر جدی گرفتم و چون جدی گرفتم، هی میخوام حالا این منو ترمیمش کنم. تمام صحبت سر همین عزیزان، اگر ما بدونیم که این منی که در وجود ما هست، که یک من پنداری هست، یک من فکریه که مرتب میخواد خودش رو بیان کنه و تعریف کنه. ببینید این وجودی که در الان در ما سرایان داره، وجود الهی قابل تعریف نیست. ما خودمون حالا اشاره میبینیم تو این تمرینات ما، این وجود خودش از خودش آگاه میشه، منتها این خودش نمیتونه خودش رو بیان بکنه، این خودش رو نمیتونه ببینه. شاهده، یک دیده که فقط شاهده و ناظر و آگاهه و شخصی هم نیست در وجود این، در وجود انسان ها. ولی انسان ها چون باور کردن که یک شخصی اینجا هست، این یک وجودی، یک شخصیه، پس این وجود حالا باید هی به ثمر برسه، هی به ثمر برسه. من الان یک بیتی میخونم از مولانا که خیلی قشنگ اینو بیان میکنه، که شما متوجه بشین که صحبت اصلا سر چی هستش. و قبل از اینو بگم، اینی که ببینید از اون تنها گره وجودی بشر، اینو مولانا میگه، تنها گره وجودی بشر همین من است. ببینید مولانا میگه ما میریم گره های کیسه های بیرونی رو باز میکنیم، چون این من نمیدونه که کجا باید بره دنبال خودش، میره از بیرون دنبال خودش میگرده. بنابراین تمام اون رو میگردیم، کیسه های خالی بیرون رو باز میکنیم، یعنی گره رو باز میکنیم، کیسه رو باز میکنیم، کیسه خالیه. هر گره رو باز میکنیم، کیسه رو میبینیم خالیه. ولی اگر ما یک گره رو فقط باز کنیم، اونم گره وجودی ما هست، و اونم اینه که این من، بریم بفهمیم این من چی هست و آیا حقیقی هست. اگر یک گام بر سر این من گذاشتیم عزیزان، به حقیقت رسیدیم. پس تنها گره وجود ما اینه که شما این من پنداری رو، این من فرعونی رو در واقع تشخیص بدیم و بدونیم که یک این واقعیت نداره، و وقتی که اون نباشه دیگه هرچی هست پس اوست، پس اون وجوده. مولانا درباره این مسئله یک غزل، یک دو تا بیت خیلی قشنگی داره. ببینید میگه که البته کسی که آگاه میشه به این من، میدونه که وقتی یک بعد دیگران وقتی درباره این من صحبت میکنه، میدونه که این درباره چه منی داره صحبت میکنه، و میدونه که این شخص اون من پنداریشو داره صحبت میکنه و هی داره اون رو ترمیم میکنه. بنابراین وقتی که یک آدم آگاه به یک آدمی که هنوز آگاه نشد نگاه میکنه، این یک حالت خاصی رو بین این دوتا شخص ایجاد میکنه. شما ببینید این غزل، این چند بیت چقدر قشنگ بیان میکنه. مولانا میفرماید، میگه گردم نزنم تا حسد خلق نجنبد، تانم که نگویم نتوانم که ندانم. میگه من اگر دم نزنم تا یه وقت حسد خلق بلند نشه، من میتونم نگم
چیزی نگم در این باره، در باره این حقیقت، ولی نمیتونم ندونم. چون وقتی انسان عزیزان اینو میفهمه، آزاد میشه، آزاد میشه از بند این من مجازی. بعد میگه که آن کل کلهی یافت، کلی خیش نهان کرد. آن که کلهی یافت، کلی خیش نهان کرد. با بنده به خصم است که دانای نهانم. گر صبر کند داروی کلیش بسازیم، از ننگ کلاه و کلیش باز رهانیم. ببین نزان، این حکایت تمام افراد بشر. افراد بشر همه فکر میکنن مثل این شخص سرشون کله، کچله. حالا این کچلی رو با یه کلاه میپوشونن، سعی میکنن هی یه کلاهی میزنن سر خودشون که اینو بپوشونن. حالا کسی که آگاهه میگه که من اگر این اجازه بده و این شخص، من این شخصی که این کلاه رو سرش گذاشته با من به خصمه که من دانای نهانم، من میدونم که این سرش کچله، منطقه اگر این اجازه بده که ما این داروی این کلیش رو درست کنیم، ما از شر این کلی اینو باز رهانیم. در واقع عزیزان ببینیم اینه که کسانی که بیدار میشن، کسان بزرگان ما، مولانا، حافظ، اینا پیامشون همینه که شما بفهمی که اصلا این سر کچلی در کار نیست که شما دارین کاورش میکنی، یعنی شما دارین میپوشونیدش. این عملی که من پنداری، این منی که اینجا به وجود اومده انجام میده، درست مثل این شخصیه که کلاه روی سر کچل میذاره. ببینید ما اعمالشو الان دونه دونه بیان میکنم اینجا که ما متوجه بشیم که این عمل، ببینید این همون عمل پوشیدن این سر کچل هست یا نیست. ببینید چقدر خنده داره اصلا به نظر همه ما وقتی که قشنگ نگاه میکنیم. پس ببینید اولین چیزی که این شخص که هویت فکری پیدا کرده داره اینه که خودش رو جدا از خدا میدونه. ببینید یک منه و خدای من هست، در صورتی که اگر ما از کتاب آسمانی خودمون شروع کنیم، خداوند در قرآن فرمودن که من از رگ گردن به شما نزدیکترم. عزیزان رگ گردن نزدیکتر یعنی این وجودی که در اینجا بران داره سرایانه، که یک آگاهی به طور کامل هست، این وجود هر لحظه در هر دمی اینجا حضور داره. حالا مسئله که هست این که یک من اینجا هست، الان یک منی اینجا هست که حجابه، یک من اینجا هست که میگه من یه چیزم، خدا یه چیز دیگه است. حتی کسانی که میرن مدیتیت میکنن عزیزان و تجربه عشق دارن، وقتی که شما تجربه عشق رو میکنید در عمق درون، باز هم وقتی که از اون تجربه میان بیرون میگن من رفتم در درونم و بسیار تجربه عالی داشتم با خدای خودم. پس هنوز یک حالت دوگانگی اینجا هست، حالت به وحدت این شخص نرسیده، تجربه عشق رو کرده. ببینید عشق تو راه سیر و سلوک ما اول طلب میکنیم، بعد میریم در درون تجربه عشق و عشق الهی رو داریم. ولی در اینجا این وای نمیسه، چون اگر شما هنوز این باور رو داشته باشید، هنوز این حال داشته باشید که من یه چیزم و اون حال عشقی که من میرم اونجا یه چیزی هست، پس من یه عاشقیم، خداوند معشوق منه، این هنوز حالت دوگانگی اینجا هست. در یکی از این تجربه هایی که ما میکنیم در اعماق درون، متوجه میشیم که این عاشق و معشوق اینا با هم دیگه منطبق هستن، یکی میشن اینا یهو، و اینجا چیزی جز عشق نیست. این خیلی مهمه، فقط اینجا عشق میمونه و این کم 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 بعد خودش رو باز میکنه، یعنی این بیدار میشه وجود در درون این بدن و کم 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 خودش رو آشکار میکنه، طوری که بعد متوجه میشیم که اینجا جز او، جز اون وجود، این وجود چیز دیگه ای نیست. و بعد متوجه میشیم کم کم که این من اصلا اینجا در کار نیست، این منی که ما داشتیم تعریفش رو میکردیم، یک من اینجا هست، این کم کم از بین میره. ولی این وجود که الان این
ماهیت پنداری ما، این انسان هویت پنداری، این انسان سوا میدونه خودش رو و این خود این درد داره عزیزان. ببین که من یه چیزم، خدا یه چیز دیگه است و خدا یه چیز بیرونیه، یه چیزی در آسمان ها سوای منه. ببینید این انسان معلومه که درد داره. کدوم انسان درد نداره اگر بدونه که خداوند یه چیزی منو خلق کرده و منم گذشته رفته دیگه، اینجا من اینجا خودم منم یک انسان جدا، تنها، سوای دیگران، سوای کل این هستی و همه دشمن من هستن. پس اینه که ما رو به ما درد میده عزیزان. پس اولین چیزی اینه که این انسان هویت فکری فکر میکنه که من یه چیزم، خدا یه چیز. وقتی که از درون به وحدت میرسه، وحدت ایجاد میشه، متوجه میشیم که اینجا منی اصلا در کار نیست، یک وجود اینجا بیشتر سرایان نداره و همه هرچی هست است. عزیزان این انسان هویت فکری یک به خاطر اینکه تعینی داره به این بدن و بسیارم اینو باور کرده، یک حالت فردیت و جداییت داره و این انسان خودشو کاملا سوا میدونه از انسانهای دیگه، کاملا جداست و این جدایی عزیزان باعث همین تفرقه ها میشه که من یه چیزم، تو یه چیزی هست، من و توی. ببینین دوتا میبینه، یکی خودشو میبینه، یکی دیگری رو. این دید همون من پنداریه که خودش رو جدا میبینه. ببینید از آن این انسان، این انسانی که اینجور هویت فکری داره از مرگ میترسه و از مرگ دیگران، دوست عزیزانش هم میترسه. ببینید مرگ براش بسیار دردناکه. از مرگ چی میترسه؟ نه فقط از مرگ این بدن، بلکه از مرگ این شخصیتی که اینجا فکر میکنه هست، شخصیت پنداری میترسه. ببینید عزیزان این خیلی مهمه. من از شما میخوام که این نوا رو سعی کنید، این برنامه رو چندین بار گوش کنید، چون بعضی کلامی که من به کار میبرم بسیار بسیار کلیدیه و این ذهن بعضی وقتا وقتی اینو گوش میکنه یه مقدارش رو فیلتر میکنه و نمیگیره و وقتی که بار دوم سوم گوش میکنید بیشتر شما اینو درک میکنید. ببینید این من از مرگ این بدن نمیترسه زیاد، خیلی مهم نیست، ولی از مرگ این شخصیتی که در درون بدن ساخته میترسه. این شخص که در اینجا هست که یک گذشته‌ای داره، یه داستانی داره، یک آینده‌ای داره که باید به ثمر برسه، از اون از مرگ میترسه، چون این من الان کامل نیست، الان به ثمر نرسیده و در آینده باید به ثمر برسه. حالا این مرگ اگه زود بیاد، این داستان این شخص، این هویت تموم نشده. بنابراین مرگ برایش یک چیز فاجعه بزرگه و مرگ یک ختم همه چیزه، یک پایانه. مرگ رو به این صورت میبینه، مرگ عزیزانش هم همینجور، یعنی این عزیزان یه تعلق خاطری پیدا میکنه به نزدیکانش، به همسرش، به بچه هاش، به پدر مادرش، به خواهر برادرش، به دوستانش، به آشنایان، یکهو این هر کدوم از اینا دست میده، از دست میده، این تعلق خاطر درد بهش میده. پس این شخص، این شخص هویت فکری هم از مرگ خود میترسه چون به ثمر دیگه نمیتونه برسه، هم از مرگ دیگران میترسه. همونطور که گفتیم همیشه به یک آینده احتیاج داره که این یک آینده بیاد، در این آینده است که من به ثمر میرسم. اگر این آینده نباشه من چجوری به ثمر برسم؟ بعد همیشه اینه که به ثمر باید برسه، یعنی مثل که الان اینجا کمه، همیشه احساس کمی میکنه، اینجا کمه، من یک آینده باید باشه که به ثمر برسم. بعد این لحظه اینجام برای این من پنداری هیچ گونه معنی نداره. این لحظه اصلا در جلوی ران منو گرفته، اصلا این لحظه باید زودتر تمام بشه تا من به آینده برسم. بنابراین این انسان زندگی نمیکنه، چون این لحظه رو که داره، این لحظه که واقعا حقیقی هست و نقده که همه وجود در این لحظه خودش رو تجلی میکنه، از دست میده و کاملا در ذهن، در فکر و در آینده به سر میبره و زندگی نمیکنه. این زندگی در واقع مردگی عزیزان. این زندگی، این وجود یک وجود مرده است.
من غزلیاتی میخونم الان از مولانا که چقدر این رو مسئله این رو روی این تکیه میکنه. یعنی یکیش هم میگه آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رحم زین زندگی پایندگیست. زندگی کدوم این زندگی رو میگه؟ این زندگی این من مجازی رو داره میگه که داره همش آینده میگه مینگره و همش میخواد به ثمر برسه و همش میخواد یک چیزی بشه، هی چیزی بشه در آینده، همش میخواد به یک مقامی برسه که خودشو بتونه بیان کنه. میگه این من حقیقی نیست، این من مرگ واقعیه. وقتی من از به این من مردم، زنده میشم تازه به اون منی که در این حضور هست، به اون وجودی که در این حضور هست. عزیزان این من توهمی یک ماسک خوشبختی همیشه به صورت میزنه که میخواد نشون بده من شادم، میخواد نشون بده، تظاهر در واقع که خیلی ها میگن به سیلی صورت خودشون رو سرخ نگون که سرخ کردن. این اصلا یکی از مشخصات این منه، من پنداریه. عزیزان اسیر یک هویت مجازی شده، اسیر شده. عزیزان ببینیم اسیر هویت شغلش شده. من اینجا هستم یه دکتر فلان کس. ببینید همین دکتر که میذاره پشت اسم خودش، این من احساس وجود میکنه، در صورتی که این من اصلا وجود نداره. احساس وجود کردن خودش رو با اسم دکتری و شغلش بیان میکنه، با اون شهرتش. ببینید خیلی ها با شهرتشون خودشون رو میشناسن، من این کسی هستم که این شهرت به خصوص رو دارم. ببینید این خود این من رو بلند میکنه و زنده می نگهش میداره که این خود این من. عزیزان باعث حجاب، ببینید اینو حافظ میگه، میانه عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. پس ببینید تمام صحبت سر همین خوده، این خودی که اینجا به وجود آمده است. و این اشتباه هم نیست عزیزان، ببینید این خطا نیست که خطا رفته بشر یک منی درست کرده که یک نفسی هست و این من خود محوره یا هرچی. نه، این واقعا یک بازی الهیه، این یک هیپنوتیزم خدایی. ولی قراره که بعد از یه مدت ما این بازی رو بفهمیم دیگه. در یه سنی که میرسیم، ببین ما در سن 20 سالگی جوونی، بله ما داریم هی باز میشیم و گسترش پیدا میکنیم و این من میخواد حالا یه مقدار زندگیشو بسازه و خانوادهشو رو به راه بکنه و غیره. ولی بعد از یه مدتی شما اگر در هنوز در سن 50 سالگی فکر میکنیم من باید گسترش پیدا کنم، پس این اینجا مسئله است. اینجا یعنی متوجه نشونی که هنوز این من تا یه حدودی میتونه باز بشه و تو این دنیا بره، بعدش دوباره باید برگرده، باید برگرده به سمت خود. ببینید یکی از عرفا میگه اون من، اون وجود که من حقیقی هست، وجود من رو از بین میبره، اون من رو از بین میبره و بعد به صورت من باقی میمونه. یعنی چی؟ یعنی اون من حقیقی که اون اصل وجود ماست، اون این من مجازی رو خودش از بین میبره و اون یعنی در واقع چی میگن، اینو آب میکنه، از بین میبره، آب میشه اصلا در این راه و بعد خودش به صورت یک من واقعی میمونه. ولی این من دیگه اون من شخصی نیست که من یه شخصی هستم اینجا، این یک وجود فقط که داره این بدن رو داره زندگی میکنه. ببینید فرق یک انسان بیدار و انسان که بیدار نشده همینه. اونی که بیداره هنوز یک منی داره این کار انجام میده، یک منی اینجا هست داره کارا رو انجام میده. ولی کسی که بیدار شده متوجه میشه این که اینجا دیگه منی در کار نیست، اینجا این کار داره انجام میشه، این زندگی داره زندگی میشه، یک منی اینجا نیست که داره زندگی، من زندگی میکنم نیست، من میبینم نه، اینجا دیدن داره صورت میگیره، من میشنوم نه، اینجا شنیدن داره صورت میگیره، من زندگی میکنم نه، اینجا داره زندگی صورت میگیره. اینو ما تا آخر این برنامه ان شاء الله یکایی که شما تجربه میکنید. عزیزان کلامی که الان میشنوید من از شما میخوام، یک دونه از اینا رو به صورت باور نگه ندارید توی خاطرتون، اینا رو باور نکنید، اینا چیزای باوری نیست. یعنی ما درباره فلسفه صحبت نمیکنیم، فلسفه بافی نیست اینجا.
و اینجا چیزی نیست که باوری نیست که ما بخوام یه باور جدید به شما ارائه بدیم که شما اون باور قبلیتون رو ترک کنین، این باور رو قبول کنین. اینجا ما فقط تجربه میکنیم اینو که ببینیم این من اصلا حقیقی هست یا نیست، اگه هست کجاست. تمام شد رفت. ولی الان ما یه مقدار فقط این صفات این من رو داریم بیان میکنیم اینجا که هر کسی در خودش داره میبینه اینو. وقتی ما میگیم که این مثلا این اسیر یه هویت شده، میبینیم که این هست اینجا، یه هویتی داره برای خودش. مثلا ببینید زیر زینت مال خودش مخفی میکنه، خودش نشون میده. من این شخصی هستم که این مالو دارم، این خونه رو دارم، این ماشینو دارم، این وضعو دارم. این من دوباره بلند میشه، هم هویت با مال خودش، زیر زینته. چون خودش اصل نیست که، خودش حقیقی چون نیست، مجبوره با یه چیز دیگه خودش رو در واقع بپوشونه. دوباره مثل همون سر کچلی که مولانا داره صحبت میکنه. یا زیر زینت علم، من دانشم اینه، من اینو میدونم، من یک منی اینجا هست که این دانش. پس بعد در مقام مقایسه است که من دانش من حالا بیشتر از دیگران، این من بلند میشه و خود این حجاب دوباره. همونطور که گفتیم یک تعلق شخصی به این بدن داره. این خیلی مهمه عزیزان، این آخرین چیزی که از دل عارف میره بیرون همین بدنه، که بفهمه که من این بدن نیستم. شما ممکنه در طول زندگی بگید نه من بله من قبول میکنم من این خونم نیستم، چون اگه این خونه رو در دست من هنوز هستم. من این شغلم نیستم، چون اگه من شغل از دست بدم من هنوز هستم. ولی این بدن آخرین چیزی که از دل سالک میره بیرون و این خیلی مهمه. ما اینو این و این منی که این شخصی که در این بدن هست، این اصل کار اون شخصه. اینو ما میگم از طریق تجربه خواهیم فهمید که این واقعی نیست. همونطور گفتیم همش در عین دنبال اینه که من یه چیزی بشم. این چیزی شدن در اونم همش در آینده است، در این لحظه نیست. من باید در آینده یه چیزی بشم، حالا چی بشم معلوم نیست. یک هدفایی هم میذاره عزیزان، به هدفاش هم میرسه، ولی فکر میکنه اون هدف هست. چون با اون رسیدن به اون هدف هست که منی، یکی منی ایجاد میشه که اینو داره. در صورتی که ببینید عزیزان ما اقیانوسیم. حالا از طریق این قطره شما چطور میتونی این قطره خودشو برسونه به اقیانوس؟ اصلا از محالات. این قطره اقیانوس نمیتونه بشه، ولی این قطره میتونه اقیانوس رو در خودش پیدا کنه. به این فرق اینجوریه جریان. ما الان اقیانوس هستیم، منتها نمیدونیم. نمیدونیم یعنی فقط این که شما این توهم فقط باید از بین بره. یک توهم اینجا ایجاد شده. وگرنه نه اینکه من الان میخوام از اینجا میخوام از روح عرفان سیر و سلوک به جای برسم. رسیدنی نیست عزیزان. همه ما اونجا هستیم. همه ما همون هستیم. همه ما همون دریاییم. ولی فکر میکنیم قطره. فکر میکنیم تو ذهن ماست. چون ببینید عزیزان این من با اتفاقات هم هویت میشه. چرا؟ برای که این اتفاقی که میفته حالا یه چیزی داره که خودشو به اون اتفاق بچسبونه. چون هویتش این بدنه، پس بنابراین این اتفاق برای این بدن افتاده، پس برای من افتاده، پس این اتفاق فاحشه. پس یک من اینجا بلند میشه در اثر اتفاقی که افتاده، اون حادثه‌ای که افتاده، یادمون باشه. و این خودش ایجاد درد میکنه. با غم و غصه هاش عزیزان هم هویته. ببین من خیلی کسا بر من تماس میگیرن تا شروع میکنن صحبت، خانم نمیدونین چه چیزایی بر من اتفاق افتاده تو عمرم، من این اتفاق شده این اتفاق. ببین این من تمام اون اتفاقاتی که رخ داده جزو هویت خودش میدونه. تمام اون داستان زندگی هویتش میشه. من تشکیل شده از داستان زندگی. بعد احساس کمی میکنه مرتب، چون هی میگم یه چیزای پیش اومده در گذشته، حالا میخواد در آینده جبران بشه اینا. و در ضمن اینکه عزیزان یک ترس وحشتناکی از آینده داره که چی بشه، که نکنه من آن چیزی که دارم از دست بدم، من کم بشم، یا اینکه آن چیزی که دارم میخواستم به دست بیارم نتونم به دست بیارم. و این ترس تمام ترس بشریت عزیزان، که از آینده میترسن، از آینده وحشت دارن، نکنه چه اتفاقی بیفته. ببینید این تمام این عدم امنیتی که این من در ما ایجاد میکنه باعث تشویش تو این بدن میشه، چون که یک خودشو صفا میدونه، خودشو کوچیک میدونه عزیزان، جدا میدونه از اصل خودش، جدا میدونه.
مرتب در یک حالت چه کنم چه کنم هستش، من چی بکنم. مرتب ببینی افکاری که میاد در 60,000 فکر در روز در سر ما میاد، این که همش این من چی بکنم که شاد بشم، من چی بکنم، همش چه کنم چه کنمه. یه درویشی رو میگفتن که بهش کمک کردن، کمک مالی بهش کردن، بعد به طرف گفت که انشالله خداوند تو رو به درد چه کنم چه کنم دچار نکنه. عزیزان این خیلی دعای خوبی کرده، چون این درد چه کنم چه کنم مردمو کشته، که من هی چی بکنم، این من هی میگه من چه بکنم، هی دنبال یه چیزی بکنه، یه کاری انجام بده، هی همش درباره صحبت سر یه کار انجام دادنه و تبدیل شدنه به یه چیزی تبدیل شدنه، و این بیچاره کرده مردم. عزیزان این من با هویت‌های خودش، هویت‌های خودش رو در واقع نقش‌های خودش هم میدونه. مثلا اگر من همسر فلان کس هستم، پس من یه منی هست اینجا که همسر فلان کسی، من مادر این دوتا بچه هستم، با نقشی که داره، با اون رولی که داره هم هویت میکنه خودشو. من مادر این بچه، در صورتی که اون وجود ما، اون وجود اصلی ما نه همسره، نه مادره، نه خواهره، نه مذهبی داره، نه فرهنگی داره، نه زبانی داره، اینا هیچ کدوم اینا نیست. اون وجود یک حضوره، ببینید یک فقط یک دیده، آدمی دید است و باقی گوشت و پوست، چیزی که مولانا میگه. این دید، این دید همون حضور آگاه آرام عشقیه که در این وجود ما هست، در وجود این بدن، در این بدن سرایان داره. بنابراین این همچین چیزی نیست که من این یک منی اینجا هست که من یک مادر این بچه هستم. اینا تمام جز تو این ذهنه، تو این بازیه که الان داره انجام میشه تو این دنیا، تو بازی این ذهن اینا انجام میشه، ولی در حقیقت وجود ما هیچ کدوم اینا نیست. ببینید وقتی ما این بدن میمیره، وقتی بدن این جسم کامل تموم میشه، تمام این هویت‌ها آیا باقی میمونه؟ هیچ کدوم این هویت ها باقی نمیمونه، ولی یه چیزی همیشه باقی میمونه، اون وجوده که اونو ما تجربه میکنیم، که اون وجود اصلیه، این وجود اصله، بقیه اینا همه فانیه. عزیزان ببینید این من بخشش نداره، چه بخشش مادی باشه چه بخشش به طور معنوی. مادی که اصلا وقتی که میخواد ببخشه مثل که جانشو دارن میدن میگیرن، بخششش بخشش مادی نداره بعضی وقتا، و بخشش معنوی هم نداره. اگر کسی بهش یک خطایی بکنه، یک ظلمی بشه، حاضر نیست، بعضی حاضر نیستن ببخشن، سالیان سال یک کینه رو تو دل میگیرن. چرا؟ برای که من اگه ببخشم من از بین میره. ببینی باید یه من باشه که مثلا یک شکایتی از یه نفر داشته باشه، اگر این من بره، اگر من اینو ببخشم این طرفو، پس این من چی میشه؟ ببینی شما خیلی موضوع باشه، این خیلی زیرکه، این من پنداری خیلی زیرکه، برای که زنده میمونه از هر سلاحی عزیزان استفاده میکنه. حالا چه سلاحی منفی باشه که من درد بده، که مثلا من با این شخص این خشم و کینه و این اتفاق افتاده، من این هنوز اینو نبخشیدم، این تو دل من هست، با این دردی که من مخالف این طرفم و اینو نبخشیدم هم هویت میشه. فقط برای چی؟ برای که زنده بمونه، بگه من اینجا وجود دارم، یه منی اینجا هست که به من ظلم شده. پس یادمون باشه از اون وقتی نمیبخشیم، بدون این منی نمیخواد بمیره، این من نمیخواد زنده باشه. و عزیزان ببینید ما رو این منه خیلی سرمایه گذاری کردیم، خیلی از بچگی هی به ما گفتن تو این منی، یا تو این من، منم تو، توی همه ما سوای هستیم، حالا تو یه منی داری، تو باید به یه جایی برسی، به یه ثمری برسی، سری تو سرا بلند کنی، یک بر خودت کسی بشی، آدمی بشی. ببینیم تمام این پیام هایی که دادن یعنی اینکه ما روی این منمون سرمایه گذاری کنیم. خانواده ما چون نمیدونستن، آگاه نبودن، جامعه ما چون نمیدونست آگاه نبوده، همه بر اساس همون باوری که من این یک بدن هستم کاراشون انجام دادن. بنابراین تمام صحبت سر این که از اون بچگی از کوچی ما همینطور هول و هوش این من بودیم و خواستیم هی اینو به ثمر برسونیم، و به ثمر رسوندن اینه که درد داده به همگی ما. و یک حالت عزیزان این من مقایسه‌ای هم داره، حالتی که مرتب خودش رو با دیگران مقایسه میکنه. چرا؟ برای که یک منی هست اینجا
که یه چیزایی به خودش وصل کرده، آویزون کرده، متعلقاتشه. حالا این متعلقاتش اگر که با یکی دیگه مقایسه میکنه، اگر بالاتره احساس برتری میکنه، اگر پایینتره احساس کوچیکی میکنه مرتب. پس ببینید یک من کاذب که تمامش خودش رو هی مرتب وصل میکنه به چیزای مختلف چون حقیقی نیست. ببینید این مولانا خیلی قشنگ این صحبت میکنه، میگه این 2000 من ما، ای عجبا من چه منم. این 2000 من ما کدوم ها رو میگه؟ همه این منایی که ما فکر میکنیم هستیم. یک لحظه فکر میکنیم من مادرم، یه لحظه من همسرم، یه لحظه من صاحب خونم، یه لحظه من این مقامو دارم، یه لحظه من شغلم اینه، یه لحظه هر لحظه این من هی عوض میشه، هی رنگ عوض میکنه، هی تغییر رنگ میده چون حقیقی نیست. هی بعد هی میخواد هی خودشو بچسبونه، هی چیزایی به خودش بچسبونه که هویت بگیره. مرتب این هویت رو باید بسازه. تا آخر عمر یک انسان میتونه این کارو بکنه و این هویت رو بسازه که هیچ کدومش هم حقیقی نیست، که وقتی که این بدن متلاشی میشه همه اینا میریزه. و چیز آخرین چیزی که من میتونم درباره من بگم این که یک مش باورم داره، باورهای دینی داره، باورهای سیاسی داره، باورهای اجتماعی داره، که تمام این باورها یک من ساخته و این من آنچنان خودش رو وصل کرده به این باور مذهبی که هر کسی یک کلمه برخلاف اون بگه درست نیست که جان این طرف رو دارم میگیرم و درد درش ایجاد میکنه. پس ببین نظام، ما یه مقدار درباره این من صحبت کردیم و گفتیم که این الان در وجود اکثریت بشریت وجود داره، این منهایی که الان می‌بینیم. و کاری هم که ببینین، کاری که می‌کنه، دردی که به ما میده اینه که مرتب در فکر، چون در فکر این که من باید به ثمر برسم، مرتب هی افکار مختلف در سر ما به وجود میاد که من چگونه به ثمر برسم. هی در روز 60,000 فکر در سر ما میاد عزیزان، که 180-90ش همش یک من در توش هست، من چه بکنم. و اینو مولانا قشنگ میگه، ببینید میگه که فکر تو قسمت شده در 100 مهم، در هزاران آرزو و تمورم. تمورم یعنی خوشبتر، یعنی این من مرتب قسمت شده در 100,000 فکر مختلف که در سرت مرتب میاد در هر روز، و در هزاران خشکتر، هرچی حالا هرچی، به هر چیزی میتونه خودشو بچسبونه که این هویت رو یه جوری، این هویت خودش رو عزیزان به اثبات برسونه. پس اگر ما اجازه بدیم این هی ادامه پیدا کنه، هی بزرگ بشه این من عزیزان، نه تنها این زندگی رو، این نفس ها رو ما از دست میدیم، بلکه هیچ وقت نمیذاره ما به حقیقت برسیم که بفهمیم مثلا کی هستیم. الان دلم میخواد یه مقدار از چند تا بیت از شعری بخونم که از بیشترم از مولانا میخونم عزیزان، که بدونین که راه حل چیه. حالا ببینین عزیزان، بزرگان ما میگن این من باید بمیره، باید. حالا راه عرفان به ما میگه که چگونه ما این من رو بشناسیم و بفهمیم این حقیقی نیست، و عشق، تجربه عشق این کار رو میکنه. در عشقی که در درون ما تجربه میکنیم ما رو به وحدت میرسونه و اون وحدت ما رو فنا میکنه. حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. این حالت یک عارف به تمام معنی مانند مولاناست عزیزان. ببینید اول ما خامیم چون فکر میکنیم این منیم، بعد کم کم تجربه عشق رو میکنیم، فکر میکنیم، بعد میفهمیم که یک به یک معرفت نسبی میرسیم که حقیقت خدایی رو، وجود خدایی رو در وجود، در این وجود درک میکنیم. بعد اون حالت سوختن یعنی متوجه میشیم که منی در کار نیست، اینجا منی اصلا از اون اول در کار نبوده، هرچی هست اوست. ببینید چقدر این قشنگه، میگه که
مولانا، نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست، هر که بالاتر رود ابلهتر است، کستخوان او بتر خواهد شکست. این نردبان این خلق مردم، همین مان و ما و منی که ما داریم میگیم عزیزان، از این نردبان ما بالاخره باید بیفتیم. حالا چه توی این زندگی میفتیم، چه در اثر مرگ میخوایم بیفتیم، بالاخره از این نردبان ما پایین میفتیم، چون حقیقی نیست. هر کی بالاتر رفته باشه این ابلهتره داره میگه، هر چی بیشتر این من بزرگتر شده باشه، متعلقاتش شخصی تر شده باشه، این بدتره، چون پایین افتادنش دردش خیلی بیشتر خواهد بود. ببین چقدر این قشنگ بیان کرده اینو مولانا. و در زمین که مثلا درباره مرگ این من وقتی صحبت میکنه، ببین میگه که رو بمیر ای خواجه قبل مردنت، تا نباشد زحمت جان کندنت، آنچنان مرگی که در نوری بود، نیچنان مرگی که در گوری بود. ببینید عزیزان، این خیلی به نظر من واقعا لب لباب مطلب داره میگه. قبل از مردن بمیر، همون صحبتی که حضرت رسول میفرماین موت و قبل انت موت، بمیرید قبل از این که بمیرید. بمیرید عزیزان به چی بمیرید؟ به این منتون بمیرید، به این من مجازیتون بمیرید. اون جهاد اکبری که حضرت رسول میفرماین همین هست، به این منی که ساختین بمیرید. و وقتی که شما شناختی، ببینید عرفان همینه، وقتی شما میرید در درون متوجه میشید که در این درون به جز این وجود که اصل وجود همگی ما هست چیز دیگه نیست، اصلا من اینجا در کار نیست. میگه من عرف نفسی فقط عرف ربی، حضرت محمد، کسی که خود را شناخت خدای خود را میشناسه. پس اون شناخت خود عزیزان ما رو میرسونه به حقیقت. این راه رسیدن به حقیقته که اگر ما هممون، و یه چیزی هم براتون بگم عزیزان تو این جلسه، این که ما فکر نکنیم که این یه راه فقط مال یه عده به خصوصیه، این راه فقط مال مولانا و خوب حافظ و این مال من نیست. من ببین اینو الان داره همون منه میگه، اون من ما داره میگه که خب نه، من که صلاحیت ندارم، نمیرسم، من باید حالا 30 سال برم تو خانقاه بشینم، در کوه ها برم بشینم و به حقیقت برسم. اصلا اینطور نیست عزیزم. من به شما میخوام وعده بدم که اگر ما تو این چند جلسه با هم قدم به قدم اینو تجربه کنیم، بریم در درون قدم به قدم این سوالا رو ما از خودمون میکنیم تا این ریشه این منو پیدا کنیم، وقتی فهمیدیم که اینجا وجود نداره، فهمیدن درک کردن همانا آزاد شدن هم. من قول شرف به شما میدم اگر شما این راه رو قدم به قدم ادامه بدین، میبینین که اینقدر مشکل نیست. هیچ جایی هم نباید برین، از خونه شما لازم نیست پاتون رو بیرون بذارین، هیچ خرجی بکنین، هیچ هزینه‌ای بردارین. یک بیت دیگه دلم میخواد بخونم. ببینید مولانا میگه که آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد، چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. زمانی آب دریا شما رو میبره بالا و به سر خودش نگه میداره که مرده باشید. مرده یعنی چی؟ یعنی این من ما وقتی مرد، اون موقع است که شما زنده میشید به حقیقت. یعنی وقتی که مردید باید اول یک بار بمیریم به این من ذهنی، من پنداری خودمون، تا به اون من حقیقی، به اون وجود زنده بشیم. ولی شما تا نمیری نرسی، ببین این خیلی مهمه، تا نمیری نرسی این، و اینی که و ترس هم نداشته باشیم از این مردن، چون این من حقیقی نیست. چون وقتی ما میریم میبینیم ما کسی چیزی نمیخواد از ما بگیره، تمام اون متعلقات ما سر جاش خودشون هستن، ولی این منی که خودش رو متعلق میدونه به اونها، این من از بین میره عزیزان. برای ما ترس نداشته باشیم که چیزی رو اینجا میخوایم از دست بدیم. مولانا یک بیت دیگه هم ازش میخونم. آینه هستی چو باش